پادشاه‌های سلجوقی خوارزمیان رو به عنوان حکومتی دست نشانده به حکمرانی منطقه خوارزم منصوب کرده بودند. این رابطه 30 سال ادامه پیدا کرد تا اینکه جانشینان سلطان سنجر در نهایت ضعف خودشون رو نشون دادن. کم کم با به دست آوردن کنترل سرزمین‌های سلجوقیان توسط خوارزمیان و بنا کردن سلسله حکومتی بر روی ویرانه‌های حکومت، تاریخ خوارزمشاهیان آغاز شد. اونا بعد یه مدتی حتی موفق شدن که سرزمین‌های سلجوقیان عراق رو هم تصرف کنن. خوارزمشاهیان به سرعت قدرت زیادی به دست آوردن و به تهدید جدی برای خلفای عباسی بغداد تبدیل شدن. انوشتگین قرچه سلسله خوارزمشاهیان رو تأسیس کرد و پسرش قطب الدین محمد اول جانشین اون شد. تکش اولین پادشاه خوارزم بود که به منظور به دست آوردن قلمرو و قدرت لشکرکشی‌های گسترده‌ای را آغاز کرد. تکش موفق شد روابط نزدیکی با قبایل آغوز و قیچاق برقرار کنه. چنین پیوندی منجر به ورود این قبایل به ارتش خودش شد. تکش از این رابطه نظامی برای اهداف توسعه طلبانه که بعد از اون ایران رو هدف می گرفت استفاده کرد، به طوری که سیاست‌های خوفناک و ترسناک شاهان خوارزم چنان هراس و ترسی رو در دل‌های مردم انداخت که باعث شد ارتش خوارزمشاهیان محبوبیت خودش رو از دست بده و همه جا منفور باشه. خوارزمشاهیان مرزهای حکومت رو در مناطق ماورالنهر چنان گسترش دادن که با قبایل تاتار مغول‌ها همسایه شدن. این همسایگی عواقب خوفناکی رو براشون در پی داشت، به گونه‌ای که ایرانی‌ها مجبور شدند بهای خیلی سنگینی رو برای اون بپردازند. ارتش خوارزمشاهیان به منظور گسترش قلمرو با تعداد زیادی از نیروهای نظامی عازم بغداد شد. خلیفه عباسی تسلیم نشد و در نتیجه این مقاومت ارتش خوارزمشاهیان دستخوش ضررهای اساسی شد و به خراسان عقب نشینی کرد. تقریبا همزمان با این شکست چنگیزخان تعدادی از بازرگانان مسلمان مغول رو با پیام‌های دوستانه‌ای به سوی خوارزمشاهیان فرستاد. در همه جای ایران شایعاتی مبنی بر جاسوس بودن اونها پخش شد. بنابراین مقامات حکومتی دستور قتل تمام اون 400 نفر بازرگان رو صادر کردند و هدایای اونها رو هم مصادره کردند. این کار سرآغاز زوال و نابودی تاریخ خوارزمشاهیان شد. بعد از اون چنگیز نماینده‌ای رو با پیغامی اعتراضی به ایران فرستاد، اما اون رو هم به قتل رسوندن. این حوادث چنگیز رو به شدت عصبانی کرد و باعث شد اون تهاجمی خوفناک و مرگبار رو به سرزمین‌های خوارزمشاهیان آغاز کنه. ارتش مغول تمام شهرهای سر راه رو از بین برد.
تنها در اون زمان بود که خوارزمشاهیان فهمیدن در مورد توانایی‌های کمی و کیفی مغول‌ها اطلاعات غلطی داشتند. این حمله یکی از بزرگترین فجایع در تاریخ ایران رو رقم زد. اما پیامدهای حکومت خوارزمشاهیان برای ایرانی‌ها، ترس دائمی از حضور ارتش خوارزمشاه از پیامدهای این دوره برای مردم ایران بود. نتیجه سیاست‌های پادشاهان حمله ویرانگر چنگیز به مردم بیگناه ایران بود، به گونه‌ای که به مدت 40 سال به تمام کشور خسارات عظیم جانی و مالی تحمیل شد. خوارزمشاهیان در شمال عراق به عنوان مزدور به زندگی خودشون ادامه دادن. بعدها اونها توی جنوب منطقه خودشون به مصر حمله کردند و اونجا رو تصرف کردند. از زمان این اشغال شهر تحت کنترل مسلمانان قرار گرفت تا سال 1917 میلادی که عثمانی‌ها به کمک نیروهای بریتانیایی کنترل این شهر رو به دست گرفتند. بنابراین با پایان یافتن فرمانروایی و تاریخ خوارزمشاهیان، ایرانی‌ها مجبور بودند که هزینه تاریخی بابت این دوره را بپردازند که بهبود اون قرن‌ها به طول انجامید. بسیاری از شهرنشینان مجبور شدند که متعلقات خودشون رو بردارن و به کوه‌ها پناه ببرن. اونها اشیا و حیوانات ارزشمندشون رو با خودشون بردن که بتونن زنده بمونن. بنابراین از این به بعد موج جدیدی از زندگی عشایری پس از یک جانشینی آغاز شد که در تاریخ تمدن‌ها یک پدیده نادر بود.